شفا داده بود. عیسی به آنان گفت: پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. این سخن یهودیان را در کشتن او مصمم تر ساخت، چون او نه تنها سبت را می شکست بلکه خدا را پدر خود می خواند و به این طریق خود را با خدا برابر می ساخت. عیسی در جواب آنان گفت: یقین بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد، مگر آنچه که می بیند پدر انجام می دهد. هرچه پدر می کند پسر هم می کند، زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد به پسر نیز نشان می دهد، و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید. زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها حیات می بخشد، پسر هم هر کی را که بخواهد زنده می کند. پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است، تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام می کنند پسر را هم احترام نمایند. کسی که به پسر بی حرمتی کند به پدر که فرستنده اوست بی حرمتی کرده است. یقین بدانید هر کس سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. زیرا همانطور که پدر منشای حیات است، به پسر همین قدرت را بخشیده تا منشای حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت برخواهند خواست.